بسم الله الرحمن الرحیم سرخط خبرها یورش گسترده پلیس آلمان به خانه سلفیها در برلین با بهبودی حال عمومی آیت الله العظمى فیاض نجف باز میگردد و گام ضعیف ایران برای افزایش فرزندآوری اعطای تسهیلات هفتاد میلیونی برای تولد فرزند سوم خانوارهای فاقد مسکن در ایران سلام بر حضرت ابو عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان گرامی به این بخش خبری خوش آمدید صدها نیروی پلیس آلمان در برلین و ایالت براندنبورگ در عملیاتی هماهنگ خانه اعضای یک سازمان سلفی را تفتیش کردند این عملیات علیه اعضای یک سازمان منحل شده و غیرقانونی موسوم به جماعت برلین انجام گرفت به گفته ی وزارت کشور آلمان در این حمله نزدیک به 850 نیروی پلیس از جمله اعضای کاماندوهای ویژه و یگان ویژه برای بازداشت اعضای سازمان جماعت برلین و تفتیش خانه های آنها شرکت داشتند. آرسانه های آلمان میگویند این سازمان افراتی که یک گروه سلفیست به جز تحسین اقدامات سانی های تندروی داعش در ماهای اخیر خواستار مرگ دگرندیشان شده است. اولین اقدام جدی را اعضای سنای شهر برلین علیه این سازمان انجام دادند. سنای پایتخت آلمان این انجمن افراطی را غیرقانونی خوانده و هرگونه فعالیت از سوی اعضای آن را ممنوع اعلام کرد پلیس آلمان هیچ خبری درباره بازداشت احتمالی اعضای این سازمان منتشر نکرده است و تنها گفته است که عملیات تنها با هدف تفتیش منازل و شفاف شدن منابع مالی اعضای این سازمان انجام گرفته است آیت الله فیاز فیاض مدظلو که به کرونا مبتلا شده بود و اکنون حال عمومیاش بهبود نسبی یافته به شهر مقدس نجف باز می‌گردد حجت الاسلام و محمود فیاز فرزند ایشان گفت وضعیت سلامت معظم الله پس از ابتلا به ویروس کرونا بهبود یافته و ایشان برای ادامه فعالیت‌های علمی خود به شهر مقدس نجف برمیگردد و با اشاره به اینکه روند درمان معظم الله انجام گرفت و الحمدلله حال ایشان خوب است افزود آیت الله فیاز فیاض سلامتی خود را به شکل قابل قبولی به دست آوردند شاین ذکر است که پیشتر یک منبع نزدیک به دفتر آیت الله فیاز فیاض از ابتلای معظم الله به ویروس کرونا خبر داده و گفته بود بعد از انجام معاینات و آزمایشات ابتلای معظم الله به کرونا مشخص شد. ایران همچنان سعی در تغییر فرهنگ فرزندآوری در این کشور دارد. فرهنگی که تا چندی پیش توسط حکومت تبلیغ می شد. حکومت ایران سیاست را با هدف ازدیاد جمعیت در پیش گرفته و سعی دارد جمعیت این کشور را از پیر شدن نجات دهد اما به نظر می رسد گامی که این کشور برداشته ضعیف است و نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت علی اکبری گزارش می دهد ایران با بحران کمبود فرزندآوری مواجه است این بحران روز به روز به سمت پرتگاهی خطرناک پیش می رود پرتگاهی که مقام های ارشد ایران تا کنون بارها و بارها در سخنرانی های مختلف به آن اشاره کردند و خواستار اتخاذ اقدام های ماسری برای افزایش فرزندآوری شدند در همین راستا نمایندگان مجلس شورای ایران بانک مرکزی این کشور را مکلف به اعطای وام 20 ساله 70 میلیون تومانی به خانوارهای فاقد مسکن که در سالهای 1399 و 1400 صاحب فرزند سوم می شواند کردند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایه بودجه 1400 با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی با الحاق یک بند درآمدی به ماده واحد این لایه با بیش از دو سوم رأی نمایندگان موافقت کردند. بر اساس این بند الحاقی در اجرای بندهایی از ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزندآوری بانک مرکزی مکلف است مبلغ هزار میلیارد تومان با اولویت مناطق محروم از طریق بانک های عامل و از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیه مسکن به میزان 70 میلیون تومان با بازپرداخت حد اکثر 20 ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سالهای 1399 و 1400 شده و یا میشوند اقدام نماید به گفته کارشناسان این تصمیم هرچند شاید تا حدودی بتواند به برخی از خانواده ها در مناطق محروم برای خرید خانه های کوچک کمک نماید اما نمیتواند پاسخگوی مشکلات جمعیتی باشد. آنها بر این باورند که حکومت ایران از طرحهای به اجرا درآمده برای پایین آوردن سن ازدواج و حتی ترویج فرهنگ ازدواج با طرحهای تشویقی این چنینی حالا سعی در ایجاد فرهنگ فرزندآوری دارند اما همانطور که طرحهای سابق نتیجه مثبتی نداد این طرح نیز به بنبست خواهد رسید زیرا یکی از علل اصلی کاهش فرزندآوری در ایران مشکلات اقتصادی تورم و گرانی است و این مشکلات با وام هفتاد میلیونی حل نخواهد شد دولت انگلیس قصد دارد از فرصت افتار تا سحر برای واکسیناسیون مسلمانان استفاده کند تا از کاهش احتمالی واکسیناسیون در ماه مبارک رمضان به دلیل به دلیل روزداری جلوگیری کند به دنبال انتشار گزارش های مبنی بر اینکه جامعه آسیایی تبار انگلیس بالاترین میزان مرگمی را در طول موج دوم کووید 19 داشته گزارش شده که واکسیناسیون شبانه در شبه های ماه رمضان از سوی دولت انگلیس در حال برنامه‌ریزی است بر اساس این گزارش دولت انگلیس امیدوار است مانع از کاهش احتمالی واکسیناسیون از سوی مسلمانان در طول ماه مبارک رمضان به دلیل روزداری شود ماه رمضان 2021 احتمالا از 12 آوریل 23 همه فروردین آغاز می شود که زمان حساسی در واکسیناسیون در انگلیس به شمار می رود چرا که سه روز قبل از این تاریخ واکسیناسیون افراد بالای 50 سال آغاز می شود. نگرانی در مورد تاثیر ماه رمضان بر واکسیناسیون با گزارش دولت تشدید شده که آسای تبارهای این کشور که بسیاری از آنها مسلمان هستند در موج دوم کرونا بالاترین نرخ میر به ازای هر صد هزار نفر را دارد. در این گزارش آمده بخش عمده از این پدیده برای جوامع آسیایی را می توان به عوامل جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی نسبت داد. کوسر زمان بنیانگذار کمپین تک د کووید 19 واکسن با اشاره به اینکه از رویکرد فعال دولت در ارتباط با جامعه مسلمان انگلستان و واکسیناسیون آن استقبال می کند گفت فکر می کنم این طرح عالی است. هر کاری که بتوانیم برای تقویت واکسیناسیون انجام می دهیم به ویژه در جوامعی که تشویق مردم برای استفاده از واکسن برای آنها دشوار بوده مثبت است وی ادامه داد به خصوص در ماه رمضان که از هر ده نفر نه نفر اواخر شب و اوایل صبح بیدار هستند هر چیزی که باعث می شود واکسن در دسترس باشد خبر خوبی است کوسر همچنین از مشورت دولت با جوامع مسلمان انگلیس در واکسیناسیون استقبال کرد. فضاهای زیارتی مسقف در حرم متحر رضوی بزرگتر می شود. رئیس بخش فنی و نگهداری آستان مقدس رضوی از افزایش فضاهای زیارتی مسقف حرم متحر خبر داد. محمد کازم حسینی در حاشیه بازدید تولیت آستان مقدس رضوی از پروژه های عمرانی حرم متحر با اشاره به فعالیت های این بخش در توسعه فضاهای زیارتی سرپوشیده از جمله رواقها و شبستانها در حرم متحر گفت توسعه فضای زیر سطحی بست شیخ بهایی و ساماندهی فضاهای مجاور آن از عواست سال 97 توان با بررسی تحکیم و مقاومسازی سازه های موجود آغاز شده و حسب تأکیدات طولیت با سرعت در حال انجام است. وی گفت پیشبینی می شود با تکمیل این طرح در حدود ده هزار متر مربع به فضاهای زیارتی مسقف حرم متحر و همچنین حدود 7000 متر مربع به فضاهای بهشت سامن بارگاه منور رضوی افزوده شود. حسینی بیان کرد قطعا گسترش فضاهای زیارتی مسقف زمینه بهرهمندی از بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام را بیش از پیش برای زائران و مجاوران این آستان مقدس در تمام فصول سال فراهم می کند. حسینی تصریح کرد این پروژه فضایی از طبقه زیرین شیخ بهایی و حیات مسجد گوهرشاد و همچنین بخشی از طبقه زیرین صحن جمهوری را در بر می گیرد. به افزود به منظور ایجاد چنین فضایی در کنار ساختمانهای قدیمی حرم متحر ابتدا طرحی برای مقاوم سازی ساختمانهای مجاور به اجرا درآمده و در مرحله بعد خاک برداری و سایر مراحل پروژه اجرا می شود. رئیس سازمان فنی و نگهداری حرم متحر رضوی اضافه کرد. فریادهای خرد و کلان بهسازی فضاها همانند دسترسی به رواقها، ساخت فضاهای پشتیبانی و نظارتی، برنامه ریزی و بازسازی زیرساختهای تأسیساتی و توسعه و نوسازی آنها و روشنایی و نور آرایی حرم و متحر نیز جزء برنامه های اجرایی و مطالعاتی این سازمان است. کووین کاتسی معاون فرمانده کل نیروی معمولیت های مشترک در امور استراتژیک در اعتلاف بین المللی اعلام کرد که نیروهای عراقی دیگر نیازی به آموزش ندارند چرا که در سطح حرفه‌ای کافی قرار گرفتند. کاتسی عنوان داشت گروه های تروریستی داعش به مراحل آخر خود رسیدند. نیروهای عراقی موفق شدند گروه های داعش را متلاشی کرده و تعدادی از سرکرده های داعشی را یا بازداشت کرده و یا به هلاکت برسانند. وی ادامه داد ما با نیروهای امنیتی عراق برای انحلال شبکه مالی داعش تلاش می کنیم. این مسئول اعتلاف بین المللی عنوان داشت گروه های مسلحی که اقدام به حملات راکتی می کنند تهدید برای عراق هستند و دولت و نیروهای امنیتی به بررسی حملات راکتی انجام شده توسط گروه‌های های مسلح میپردازند. ما به حمایت از نیروهای عراقی در برخورد با حملات راکتی علیه اماکن و گروه های مختلف خصوصا هیات های دیپلماتیک پایبند هستیم به افزود بنا به خواست دولت عراق تعداد نیروهایمان را کاهش دادیم و با فرماندهی عملیات مشترک و با نیروهای پیشمرگ برای رویارویی با بقایای داعش هماهنگی به عمل می آوریم نیروهای ناتو به نیروهای امنیتی عراق مشورت ارائه می دهند. کاتسی گفت عناصر داعش از مناطق صعب العبور برای هدف قرار دادن غیر نظامیان بهره برداری می کنند و نیروهای امنیتی قادر به برخورد با این تروریست ها هستند هر گونه پرواز هواپیماهای ما جز با موافقت دولت عراق انجام نمی شود پروازها تنها محدود به ما نیست بلکه ماموریت های بسیاری توسط هواپیماهای عراقی و ارتش این کشور انجام می شود و افزود نیروهای عراقی قادر به انجام عملیات های امنیتی گسترده بدون یاری گرفتن از حملات هوایی هستند و دیگر نیازی به آموزش ندارند چرا که در سطح حرفه کافی قرار گرفتن. همکاری اطلاعاتی بعد از تغییرات اعمال شده توسط نخست وزیر عراق در خصوص فرماندهان امنیتی گستردهتر شده است. کادسی خاطر نشان کرد اعتلاف بر اطلاعات امنیتی ارائه شده توسط فرماندهان امنیتی عراقی اتکا می کند. تغییر در فرماندهان امنیتی به عملیات گسترده تر در پی بردن به حملات راکتی می انجامد و یفزود بیشتر حملات به کاروانهای اعتلاف تجهیزات ارائه شده به نیروهای عراقی و نخود اعتلاف بین المللی را هدف قرار می دهد. به گفته کادسی عملیات علیه کاروانهای بین المللی تهدیدی علیه امنیت عراق و جان غیر نظامیان است. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. اللهم اجل ولی الفرج یا علی خدا نگهدار.